به نام خدا، به نام خداوندگار این. سلام عرض ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران، شنوندگان و بینندگان عزیزی که از جای جای این کره زمین ما رو تماشا می‌کنید. با یک برنامه دیگه از ما در خدمت شما عزیزان هستیم. با یک مهمان بسیار عزیز، ارزشمند و بزرگوار داریم. پروفسور سکندر امان‌اللهی که امروز افتخار دادن و ما در خدمت این عزیز بزرگوار هستیم. اگه گفتگویی سلام علیکی باشه نمایندگان و بینندگان دارید، بفرمایید. سلام. منم خوشحالم که در خدمت شما هستم. بسیار خوشحالم شما. که امروز دعوت ما رو پذیرفتید. شما زنده باشید. وای که خوش اومده به برنامه. ممنونم شما محبت دارید. خیلی ممنونم، متشکرم. داستان زندگی من یک داستان فوق العاده جالبیه. موقعی که من از لرستان بلند شدم، لرستان خیلی عقب مانده بود. صحبت رفتن من 1343 که من رفتم آمریکا. من از روز اول که دانش آموز بودم نمیدونم چرا متوجه شده بودم که زبان انگلیسی کلید پیشرفته. و این موقعی که وارد دبیرستان شدم، من از یه ده به اسم دارایی حدود 10 کیلومتری خرم‌آباد، ما هم یه زمانی اشاعر بودیم، یه جانشین شدیم، پدر بزرگ من هم از تهران بود، سالهای سال تهران هم زندانش کردن داره دسته رضا شاه. عرض کنم اون موقع تو اون دیه نه برق بود، برق نیست، نه یخچال بود، نه تلویزیون بود، رادیو بود، حتی دوچرخه، یه دیه عقب مانده. واقعا خود لرستان خرم‌آباد هم چیزی نداشت اون موقع. من از اونجا شروع کردم، از همون اول تصمیم گرفتم که باید برم آمریکا برای تحصیل. حالا چرا؟ خواست خداست. من اینو این حرف نمیزنم که یعنی من از خودم تعریف کنم و تعریف، نه، من معتقدم این یه قسمت بوده در واقع. اینه که من وقتی رفتم دبیرستان تلاش کردم زبان انگلیسی را خیلی روش کار کردم. در سوم دبیرستان من شدم مترجم. اونجا داشتن پالایشگاه آمریکایی، شرکت آمریکایی داشت پالایشگاه داشت. من تابستان من شدم مترجم. ماشین زیر پام، راننده در اختیارم، از کنم رستوران در اختیارم، بیا برو داشتم، یه بچه محصل بود. بعدن از سوم دبیرستان یواش شروع کردم به ارتباط با کشورهای خارج، بهشون میگن پنپال، دوست قلمی. دوست قلمی پیدا میکردم، مثلا از طریق آمریکایی ها انگلیسی ها صحبت میکردم، راهنمایی میکردن. اون موقعی هم که مترجم بودم، خب سرکارم با آمریکایی ها خارجی ها بود، انگلیسیم تقویت میکردم، عرض کنم با حضور سرکار. اینه که من از سوم از فیلیپین، من دوست قلمی داشتم تا نیویورک، تا انگلیس، فرانسه پیدا میکردم. خب اینا در این حال اطلاعات کسب میکردم که چجور بهترین را من برم آمریکا. حتی جالبه که یکی از این دوستهای قلمی در نیویورک موقعی که من رفتم ویزام بگیرم، پاسپورتم گرفتم، ویزا سفارت آمریکا، گفتن ما تضمین مالی میخواییم. او ندیده، نه الان من نامش دارم، ندیده، نشناخته، رفته بود سفارت آمریکا، تضمین داده بود، گرفته بود که من تمام مخارج سکندر امان‌اللهی در آمریکا باقی منه. خودش آمریکایی بود. بله، ندیده، نشناخته. اینه که من میگم زندگی من پر ماجراست، واقعا پر ماجراست. بردیم گذاشتیم جلو سفارت آمریکا، ویزا را دادم. من تغییر کرده بودم که ارزون ترین را از نظر رسیدن به آمریکا چیه. خب مشخص شد که من با اتوبوس برم آلمان، از آلمان برم ایسلند، ایسلند پروازش ارزون ترینه به نیویورک. داستان جالبه. از کنم به حضور سرکار، این بود که من این کار کردم با تی بی تی. 11 روز تمام ما تا مونیخ را رفتیم. خیلی خوب. بعد از کنم مونیخ، اونجا من یه حساب هتل کوچک بود، اسم خاصی داره الان یادم نیست، مال یه پیرمرد و پیرزن بود. بعد
یه هفته ای که اونجا ماندم، مثلا من آلمانی بلد نبودم، گوتن موردن، گوتن ناک، صبح خیر، شب خیر، اینا یه دفعه از من خوششون آمد. یه منشی خیلی خوش آب رنگ، دختر جوان آمد، گفت آقا و خانم شما رو امشب دعوت کردن به شام. حالا من یه مسافرم، شام که خوردیم، شام مفصل، گفتن که ما یه صحبتی با شما میخواییم داشته باشیم. گفتم بفرمید. گفت که این مدت که شما اینجا هستید، ما تو دلمون نشستی، ما تو را دوست داریم، میخواییم همینجا بمونی، همین اتاق هم مال خودت، از کنم دانشگاه هم خودمون میفرستیم به دانشگاه اینجا، تمام مخارجت هم میده. و من میگم این وقت بلند، وقتی میگم باید بیا، واقعا اتفاق افتاد. گفتم من باید برم آمریکا. گفتن آمریکا هم میفرستیم، سما پول بلیتت میدیم، تمام مخارجت برو دوستانت بدین، برگرد بیاد اینجا. بعد یه چیز دیگه گفت، منشی ترجمه نکرد. بعد ترجمه گفتم چی؟ باش گفتم چی؟ گفت هیچی، میگن اگر هم میخوای دختر دوست داشته باشی، منم اینجا هستم برات. به خدا قسم این همین داستان. ولی من نخواستم استقلال ما از دست بدم. برسوده ما رفتیم آمریکا. آمریکا هم عرض کنم به حضور سرکار، چون انگلیسیمون خوب شد، همون ترم اول 15 تا واحد برداشتم. تمام همون نمرات من دانشگاه بالتیمور، نمرات من در حد 19-20 بود. عرض کنم اونجا فوق دیپلم گرفتم، لیسانس رفتم دانشگاه مورگان، عرض کنم اونجا فوق چی لیسانس در جامعه شناسی گرفتم. اونجا که بودیم یک کنفرانس در واشنگتن بود، استادی که درسی یه درس فرهنگشناسی برداشتم گفت شما شرکت کنید. رفتیم اونجا، پروفسور فرانکل که سالیان سال حفاری کرده اونجا بود. سکندر اینجا چه کار میکنی؟ خب اون تو لرستان مرا میشناخت. گفتم من الان لیسانسم گرفتم و اینا. گفت برای فوق لیسانست هم اینجا بگیر، ولی دکترا میخوام بیای دانشگاه رایس. دانشگاه رایس بهش میگن هاروارد جنوب. خلاصه ما اونجا رفتیم دانشگاه مریلند، فوق لیسانسمون در رشته مردم شناسی، پس لیسانس جامعه شناسی، فوق لیسانس مردم انسان شناسی. بعد رفتیم دانشگاه رایس، دکترامون اونجا گرفتیم. 1353 دانشگاه شیراز، اون موقع دانشگاه پهلوی بود. دانشگاه پهلوی فوراً دعوت کردن، منم که عرق اون وطن پرستی تو جونم بود، فوراً آمدم اینجا، شروع کردم به کار در دانشگاه شیراز تا زمان بازنشستگی. منتهی در این مدت از 1386 هر چند سال من میرم دانشگاه هاروارد. یعنی در مجموع الان امسال که از دانشگاه هاروارد برگشتم، 11 این مال پارساله، تو گوگل هم بزنید این هستش، دانشگاه هاروارد. نامه دانشگاه هاروارد هست، نوشته It's a great pleasure and honor you are returning to Harvard. مایه خرسندی و افتخار ماست که به هاروارد برمیگردی، خدا شده. این من. ولی من چون اون رگ لوری خودمون تو جونمه، من هیچ وقت ایران ترک نمی کنم. روک پوست بنده بهم، از وضع اینجا هم ناراضی هستم. بسیار بله، اینم بله، این باعث افتخار ماست. شما محبت داره بسیار بزرگ، خواهش میکنم، خواهش میکنم، افتخار ما لور هست که شما محبت بزنید، شخصیت بزرگواری رو مال در خدمت شما، خواهش میکنم، در ایران اسلام خواهش میکنم، همچنین عزیزان رو داره که شما محبت افتخار میکنم، محبت بسیار ممنونم، خواهش میکنم. خب پروفسور عزیز بفرمایید، یه خورده در مورد تاریخچه قوم لور برای ما و شنوندگان عزیز توضیح بدید. خواهش میکنم. خب مطلب اول این است که قوم یعنی چی اصلا. وقتی میگیم قوم، من تو کتاب قوم لور هم توضیح دادم، قوم مردمی هستند که دارای فرهنگ مشترک، گذشته مشترک از کنم هستند. دو تا عامل مهم در شکل‌گیری قومیت دخالت داره، یکی دین، یکی زبان. بسیار خوب، این دوتا اگر باشن قوم تشکیل میشه. ما موقعی که عرب و مسلمان حمله کردن به ایران، اگر این اقوام زبانهای اقوام مختلف نبود، ما الان عرب بودیم. ما دینمون عوض کردیم، ولی چیزی که عوض نکردیم زبان، چون یک زبان نبود.
اقوام مختلف، مثلا زبان لوری، اقوام لوری و کی اینا، ما تمام کردی داشتیم. بنابراین اگر یه زبان تنها می داشتیم اون زبان عوض می شد. اکنون ما از قوم عرب بودیم، دینمون عوض شد، همراه این دین تمام بسیاری از آداب و رسوم قدیمی عوض شد، ولی زبان نتونستن عوض کنن. اگر زبان عوض شده بود، شما الان کشورهایی مثل مصر، الجزیره، تونس، عراق، اینا عرب نبودن، اینا دینشون عوض کردن، زبانشون عوض کردن، عرب شدن. ما زبانمون، یعنی اگر این زبانهای اقوام نبود، الان شما ما هممون عرب صحبت میکرد. خیلی خوب، پس لورها که صحبت میکنیم، اولا این واژه لور جدیده، حدود 300 هجری برای اولین بار ما کلمه لور، بلادر لور، لورستان اصولا میبینیم. اگر بخوایم که گذشته قوم لور رو ما بفهمیم، باید ببینیم در طول هزاران سال پیش این مناطقی که لورها نشستن اینجا، کی اینجا بوده. خب اینجا هم ما از دو طریق میتونیم بفهمیم، یکی باستان شناسی، یکی تاریخ. باستان شناسی مشکلش اینه، مثلا الان فرانکول تا 40,000 سال سابقه زندگی در لورستان رو پیدا کرده و در بختیاری ممستانی هم همینه، منتاش چون تا 5,000 سال پیش خط نبوده، ما نمیفهمیم این گروه ها اسمشون چی بوده، دینشون چی بوده، اینا را نمیدونیم، ولی میدونیم شیوه زندگی چجور بوده، چه کار میکرده. اما از زمانی که خط اختراع میشه، خط یعنی چی؟ خط هم یعنی یه نوع، عرض کنم اینه که شما میایید یه علائمی را نمادسازی، ما میگیم نمادسازی یعنی یه چیزی را به کار میبری برای نشان دادن چیز دیگه. خب ما میایم اینجا یه اینجور چیزی میسیم، میگیم ب، این نمادسازیه، یعنی یه علامته ولی ما بهش معنی داریم. این خط که اختراع شد، خط هم اول میخی بوده، از کنم به حضور سرکار دیگه مشخصه که تو این مناطق کی زندگی میکرده. خب قدیمترین دولتی که در این مناطق بوده، دولت ایلامیان بوده. ایلامیان حدود 5,000 سال پیش شروع کردن، آریایی هم نبودن، زبانشون هم با زبان آریایی فرق داشت، دینشون فرق داشت. عرض کنم اینا هخامنشیان اینا بعد آمدن که الان توضیح میدم. یکی از ایالات این ایلام انشان اسمش بود. انشان شامل بختیاری، قسمت گوگلوی، مامستانی، قسمتی از خوزستان، از کنم به حضور سرکار. این انشان آثارش به اسم تپه ملیون الان نزدیک بیزا هست. پس انشان یه استانه، پایتختش هم انشان اسمشه. این سالیان پیش من با یکی از با استادای دانشگاه پنسیلوانیا صحبت کردم، آمدن حفاری کردن، یه دفعه آثار آمد بیرون، نوشته ها آمد بیرون که با این انشان دوره ایلامیانه. خب پس لورها هنوز در این زمان اسم لور نیست. بعد کی میاد؟ هخامنش، پارسی ها میاد، آریایی ها به اصطلاح. آریایی هم سه گروه بودن، پارس ها بودن، ماد ها بودن، پارت ها بودن. مادها در قسمت کردستان و کرمانشاه اونجا مستقر شدن و زبانشون با زبان پارسا فرق میکنه. هخامنشیان که آمدن، اینا خب در مناطق ایلام همین انشان مستقر آمدن، لرستان آمدن، بختیاری، مسجد سلیمان، بعد آمدن کجا؟ آمدن عرض کنم ممستانی و این مناطق. من یه گریزی بزنم، چند سال پیش علاکرم حسینی تو تویترش نوشته بود که کوروش یه شخصیت افسانه‌ای وجود نداشته. من اینه که خوندم واقعا ناراحت شدم. یه مقاله توی روزنامه شرق با عنوان کوروشی که نمیشناسیم چاپ کردم، نوشتم آقای علاکرم حسینی یا واقعا از تاریخ و گذشته خود ناآگاه هستی یا مغرض هستی. تازگی ها یه نغمه شومی علیه تاریخ پیش از اسلام نواخته میشه. آقا گناه کورش چیه؟ اسلام نبوده که مسلمان بشه اون موقع. شما حرف حسابیتون چیه؟
کورش آقا کورش واقعی بوده رالینسون این سفرنامه‌شه که من ترجمه کردم زمان فتحعلی‌شاه اینم عکس جوانیشه زمان فتحعلی‌شاه این آمد تو ارتش ایران کار کرد بعد هم فتحعلی‌شاه پسرش علیه خان بختیاری چالنگ آمدن قلعه‌تل ماموریت داشت از اونجا آمد خرم‌آباد از اونجا رفت کتیبه بیستون و چه کار کرد رونوشتی برداشت این یک نابغه بود رمز خطوط میخی را برای اینکه ایرانی ها از زمان ساسانیان به بعد دیگه تا دوره اسلامی خط میخی را گذشته را فراموش کرده و اینه در شاهنامه از هخامنشیان علی کرم حسینی میگه اگر هخامنشیان وجود داشتن چرا اسمشون در شاهنامه نیست موقعی که شاهنامه نوشته شده بود ایرانی ها فراموش کرده بودن خط میخی هخامنشیان همه اینا این آدم بزرگترین خدمت به فرهنگ ما کرد وقتی که خط میخی را کشف کرد آمد رفت اینجا مقبره کورش گفت آقا این مادر سلیمان نیست این کورشه مقبره رفت از کنم اونجا هست که این شهر مسجد سلیمان رفت اونجا گفت آقا این قدیمترین شهر هخامنشیان ربطی به سلیمان نداره خیلی خوب باعث شد که به تدریج این نوشته های یونانی ترجمه شد خطوط میخی خوانده شد و تاریخ هخامنشیان ما اصولا پیدا کردیم خب هخامنشیان که آمدن اینا آمدن در سرزمین ایلامیان و طبعه ایلامیان بودن تا زمانی که کورش قدرت گرفت و با ایلامیا مادها شکست داد آمد سراغ ایلامیا را هم شکست داد بزرگترین امپراتوری دنیا را که تا حال مثلش تشکیل نشده کورش کبیر برای ما تشکیل داد و اسم ایران از اون زمان شروع میشه خب این پارسیان پس پارسیان بودن که امپراتوری را تشکیل لورها شعبه اصلی پارسیان نزدیکترین کسب کورش دارد دستش هستن خیلی خوب کورش خودش میگه من کورش انشانی هستم از انشان بلند شدم در کتیبه بیستون من حدود 25 لغت لوری هست که نشون میده زبان لوری ما نزدیکترین زبان به دوره کورش و داریوش و هخامنشیانه از کنم به حضور سرکار مثلا شما میگی ابو یعنی میشود درسته؟ زمان هخامنشیان میگن ابوا ما هم میگیم بوا هنی یعنی کسی دیگه یا هنوز اونا هم هنیه میگفتن از کنم به حضور سرکار منی منیه شما شاید اینه نمیگید ولی ما هنوز داریمش یعنی فکر میکند ببین الان این 25 لغت لوری هست که در کتیبه بیستون کتیبه بیستون هم به سه زبان ایلامی و بابلی و پارسی باستان نوشته شده کوتاهه اگر این کتیبه بزرگتر بود ما لغات بیشتر لوری داشتیم در دوره هخامنشیان که پارسی میانه است ما بیشتر لغات اون زمان رو در زبان لوری ما هست پس بر این اساس لورها اصل نسبشون از هخامنشیانه از پارسیان که هخامنشیان شعبه ازش بود تشکیل دولت داد در دوره اسلامی ما برای اولین بار با لغت لور آشنایی پیدا میکنیم قرن سوم هجری بعد این لورها بعدن آمدن دو تا دولت تشکیل دادن یکی قسمت کوگلوی بور احمد محمدستانی بختیاری یکی لورستان اتابکان لور کوچک اتابکان لور بزرگ این اتابکان لور بزرگ کوچک میرن دو تا برادر بودن اون برادر کوچکتر حکومت لورستان دستش بود برادر بزرگتر حکومت بختیاری و کوگلوی بور احمد بنابراین تاریخچه لورها از این زمان دولت تشکیلشون ارتش داشتن خزانه داری داشتن خودشون دولت مستقلی بودن بعد از اتابکان لرستان زمان صفویه منقرض میشن جاش والیان میان والیان باز ما حکومت محلی داشتیم و این حکومت محلی تا زمان رضا شاه که آخرین والی را سرنگون کرد بختیاری هم که آمدن خوانینش یه دفعه قدرت گرفتن و حتی رفتن تهران هم تصرف کردن این داستان لورها هست بله
من در قوم لور اسامی باستانی شهرها را، شهرهایی که هستن الان، شما ببین قدیمترین گوردخمه در ممسنیه دا دوار. خیلی خوب، من رفتم هم اونجا، عکسش هم گرفتم، که این نشون میده هخامنشیان در اونجا مستقر بودن، در قسمت های خودمون در مناطق لور. این ور فارس اصلا نیامده بودن. بعدن که اونجا اسامی اینا را شما اگر میخواید، قوم لور هست، من راجع به شهرهای مختلف باستانی اشاره کردم. بس. بله، بسیار ممنونم از شما. خواهش میکنم سر عزیز، در مورد شاخه های قوم لور در ایران توضیح بدید. جانم، در مورد شاخه های قوم لور در ایران توضیح بدید. بله. برای ما و شنونده های بله. عزیز. خب، قوم لور یک قوم متنوع اصلا. وقتی میگیم لور، تنوع قومی در بین لورها هست. شما الان نگاه کن، لباس بختیاری رو مقایسه کن با لباس ما، زبان بختیاری کوگلوی ماماسی رو با زبان ما، اینا شاخه شاخه هستن. ولی من در درجه اول سه منطقه رو در نظر گرفتم. اول منطقه لورستان، دو منطقه بختیاری، سوم ماماسنی، که اینا هسته اصلی قوم لور هستن. منتاش شاخه های گوناگونی هست که اینا از نظر زبانی خودی فرق دارن، یا حتی از نظر دینی هم بعضی ازشون هست که مثلا اهل حق هستن، عرض کنم به حضور سرکار. اونا را هم من در کتاب قوم لور مفصل طوایف مختلف محل اینا را عرض کنم شرح دادم. و همونطوری که عرض کردم، من 20 سال از عمرم وقتی آمدم دانشگاه شیراز، تعطیلاتم، مرخصیام، تابستانها، تمام دنبال جمع‌آوری اطلاعات راجع به قوم لور بودم. همونطوری که عرض کردم، من تک تنها با کیسه خواب، یه چادر کیسه خواب، یه پنج تیر پران، اینقدر تو کوه‌ها و بیابان‌ها از سیستان، بلوچستان، خراسان تک تنها خدا شده خوابیدم. گشتم دیه به دیه. کسی نمیدونه که من چقدر زحمت کشیدم برای همین کتاب قوم لور. و از خراسان، از تا بره به از کنم سیستان، بلوچستان، بره کردستان. الان ما 2 میلیون لور در عراق داریم. کتاب قوم لور رو پارسال ترجمه کردن به عربی، در بغداد چاپ شد. کتاب قوم لور. بله، 2 میلیون. دلیلش هم اینه که در زمان فتح علی شاه، ببین لورها همیشه نقشی که داشتن اینا در نگهداری ایران یه ستون بودن. مثلا قسمت ما، والیان لورستان، اتابکان، ما با عثمانی اینقدر درگیری داشتیم، یه وجب از خاک نداریم. وقتی که فتحیشو داره دستش، زمان ناصرالدین شاه قرارداد بستن با طبقه قرارداد، قسمتی از خاک لورستان دادن. حدود لورستان تا نزدیکی عراق بود. یعنی الان همسایی ما در عراق لورها میشن؟ بله بله، بهشون میگن کردهای فعلی لورها هستن، که این کتاب ما رو ترجمه کردن. در بغداد هم پارسال کتاب چاپ شد، قوم لور. یعنی بله. این نزدیکی زبان کردی و لوری به همین نه دارد. نه، ببین، اینا بهشون میگن کرد، اما لور هستن، لورهای فعلی هستن. زبان لوری با کردی فرق داره. زبان کردها مربوط میشه به زبان مادها. بله. زبان لوری مربوط میشه به زبان پارسا، یعنی هخامنشیان. بله. و بعضی هستن در کتابهای تاریخی زمان اسلامی، دوره اسلامی، اون موقع به همه اشایر میگفتن کرد. هر کی چادر نشین بود میگفتن کرد. جمعش هم شد اکراد. بعدن جالبه که این خانم لمتون انگلیسی آمد گفت آقا این اکراد که میگن منظورش چادر نشینانه. یه خانم انگلیسی که اهل تحقیق بود. بعدن که هم تحقیق کردیم، بله، این وقتی که میگفتن کرد، طوری اگر همه کردها اشایر کرد کرد بودن، پس چرا الان در لورستان کجا هستن؟ در فارس کجا هستن؟ چرا کردی صحبت نمی کنن؟ بنابراین اشتباهشون این بود، اکراد می گفتن. ولی اکراد هم یعنی چادر نشین. ما با کردها هم از نظر زبان، هم از نظر تاریخ اصلا قومی جدا هستیم، که من اینه باز در کتاب قوم لور مفصل صحبت کردم. بله، بسیار ممنونم پروفسور عزیز. و اما نقش لور در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو برای شنوندگان و بینندگان عزیز توضیح. بله، این لورها همواره نقش مهمی در این تحولات سیاسی اجتماعی داشتن.
آخرش هم آخرینش هم که بگیم نهضت مشروطیت. نهضت مشروطیت در نهایت که اون قانون اساسی مشروطیت برای آخرین ضربه را لورها زدن، لورهای بختیاری. چطور؟ بله 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 بله، برای اینکه اینا دولت قاجار مخالفت میکرد با نهضت مشروطیت و بختیاری ها قشون برداشتن رفتن تهران تصرف کردن و از کنم پادشاه رو هم کنارش زدن تا قبول کرد که این قانون مشروطیت برقرار. قانون مشروطیت اگر اجرا میشد، ما الان یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا بودیم. برای چی؟ قانون مشروطیت میگه آزادی احزاب، آزادی انتخابات، آزادی بیان و مطبوعات. هر کشوری که نظام سیاسیش این ستا را قبول کنه، اون کشور پاک و حکومتش مردمیه. خب پیشبینی من که گفتم شاه سقوط میکنه بر این اساس بود که شاه آمد، درسته، اصلاحات عظیم رو انداخت. چه کار کرد؟ آمد قانون اساسی زمان مشروطیت که لورها نقش مهمی در استقلال اون داشتن زیر پا گذاشت. احزاب سیاسی را تمام منحل کرد شاه. نمی شما جوان هستید یادتون نیست، تمام احزاب سیاسی را از جبهه ملی که همه را منحل کرد. احزاب سیاسی که هستند اینا جلسه دارن، روزنامه دارن، سخنرانی دارن، مردم فعال میشن، آگاه میشن و مهمتر از اینا شخصیت های سیاسی از دل این احزاب میان بیرون که مردم برن دنبالشون. خوشا مردم از این محروم کرد. عرض کنم دو، انتخابات هم دقیقاً یه انتخابات مصنوعی بود. نمایندگان از قبل مشخص میشد که کی باید بره اونجا. ساواک تو کلاس های ما تو همه جا ساواک یه روبی ایجاد کرده بود. خیلی خوب، پس احزاب منحل کرد، ساواک تقویت کرد، همون چیز امنیتی رو. بعد مطبوعات سانسور کردن. خب آزادی مطبوعات هیچ، آزادی احزاب هیچ، انتخابات هم آزادی هیچ. بنابراین یه دیکتاتوریه. هر نظامی هر اسمی روش بذارد، هر اگر شما تحقیق کنید این ستا را رعایت نکنن، اون نظام دیکتاتوریه و راه به جایی نمیبره متاسفانه. خب لورها گفتم اینا بزرگترین نقش در این حکومت مشروطیت داشتن. لورها همیشه از نظر دفاع از مملکت همیشه سپاه آماده داشتن. به معنی اینکه هر کسی پادشاه بود فرمان میداد چیز کنن یا دشمن حمله میکرد، لورها پیش قدم بودن اونجا. بنابراین نقش بسیار بسیار مهمی داشتن. بعد به چند شاخه تقسیم شدن لورها؟ کیا؟ ببین لورها عرض کردم، گفتم الان ما اون چی که داریم میبینیم فعلا سه منطقه را من با عنوان مراکز اصلی گرفتم، ولی خوش شاخه های دیگری هم دارن در جاهای مختلف. مثلا فرض کن الان اسمش تایفش یادم نیست، ایلاتی هستن که لور هستن، منتاش خو از نظر تفاوت‌های با لورها گفتم خودشون یه دست نیستن، قومی هست که تنوع قومی درش هست. در بین کردها هم همین جوره. کردها که شما میگید، من یه مقاله نوشتم در چشمانداز تنوع قومی در بین کردها، اونجا نشون دادم تیرهای هستن، گروهای هستن اصلا کرد نیستن، زمانشون هم کرد نیست، ولی میگن ما کرد هستیم. یه هویتی وقتی قبولش کردی از کنم با حضور سرکار خود دیگه اون شاملت میشه. چطور شده که لورهای عزیزی که در ایران هستن هر کدوم زبانشون فرق میکنه؟ این تحول بر اثر چی بوده؟ این اصلا یکی از مشخصات زبان. زبان هم میدونی شما اگر برگردید به 150,000 سال پیش، انسان ها زبان به این صورت ندارن. زبان موقعی است که حجم مغز گسترش پیدا میکنه، انسان باهوشتر و فراستش بیشتر میشه و نمادسازی میکنه. نماد هم گفتم، مثلا الان من گفتم چیه؟ یه دو سه تا صوت ما ترکیب کردیم، معنی بهش دادیم. خب یکی از خاصیت زبان اینه که با گذشت زمان عوض میشه.
از یک زبان چندین زبان میاد بیرون، یه زبان هم ممکنه بمیره، از بین بره، نابود بشه. شما اگر برگردید 4000 سال پیش، 4000 سال پیش زبان روسی، آلمانی، انگلیسی، فرانسه، لوری، فارسی، هندی همش یه زبان هست. از 4000 سال پیش از قوم آریا الان چندین صدها زبان و تزاران لهجه به وجود داد. با گذشت زمان گفتم نسل جدید که میاد لغات جدیدی میسازن، لغات جدید یواش یواش جاشو میده به لغات قدیمی، جا قدیمی رو میگیره و یک زبان، یه شاخه از زبان دیگه جدا میشه. الان زبان پارسی باستان، خب زبان پارسی باستان لوری هست، فارسی هست و شاخه های دیگر هست ازش. بسیار ممنونم از شما پروفسور عزیز. و اما جایگاه فرهنگ لور در سامانه فرهنگ ملی رو برای ما شنونده عزیز. بله. خب اول وقتی میگید فرهنگ، باید ببینید فرهنگ یعنی چه. این کتابی که من اینجا نوشتم، تأثیر فرهنگ بر انسان و طبیعت، عنوان فرعیش هم هست شیوه زیست انسانی و پیامدهای آن. وقتی ما از فرهنگ میگیم، فرهنگ منظور چیه؟ پریروز تو شهرداری بودم، دفتری که نوشته شورای فرهنگی اجتماعی، از رئیسش پرسیدم فرهنگ یعنی چی؟ گفت فرهنگ یعنی تغییر در زندگی انسان. بیا ببین چه روزگاری ما داریم که معنی فرهنگ نمیدونه یعنی چی، و به عنوان متخصص نشسته اونجا برا خودش. فرهنگ که ما صحبت میکنیم، انسان تنها موجودی است که فرهنگ داره. فرهنگ هم یعنی شیوه زندگی، راه روش زندگی. ما اگر برگردیم، این کتاب احتمالاً شما نخوندید تا حال. این کتاب گذشته انسان رو از روزی که پیدا میشه 5 میلیون سال پیش، کره زمین حدود 5 میلیارد سابقه داره. انسان یه موجود جدیدیه. اون انسان اولیه که هست 5 میلیون سال پیش، یه موجود کوچک اینقدریه. سنگواره‌هاش در موزه پیبادی میوزیم، پیبادی، موزه پیبادی دانشگاه هاروارد، تمام سنگواره های انسان های قدیمی هست که به تدریج چیدن. شما هرچی از اینجا با گذشته میرید، هم میبینید تغییرات، میبینید انسان بلندتر میشه، کله گندتر میشه. شما الان صدها بیلیون سلول اینجا هست. خب اون انسان که اینقدره، حجم مغزش 500 سانتی متر مکعبه. مال شما الان 1500 سانتی متر مکعبه. اون انسان مثل حیوان زندگی میکرد. به تدریج که میایم حدود 900 سال پیش یه انسان دیگه، هومو اراکتوس بهش میگن، پیدا میشه که حجم مغزش 900 سانتی متر مکعبه و این شروع میکنه به ابزار سازی از سنگ ها. سنگ میزنه، یه دندونه تیزی درست میکنه. از این زمان فرهنگ شروع میشه. فرهنگ یعنی اون چه که انسان میسازه، به وجود میاره، حالا چه تکنولوژی باشه، چه دین باشه، آداب و رسوم باشه، و از طریق آموختن به نسل بعدی منتقل میشه. فرهنگ ارثی نیست که یه دفعه بگی خب از پدر به پسر منتقل بشه. پس این اولش، فرهنگ راه روش زندگی انسان هاست که حدود 3 میلیون سال پیش شروع شده و به تدریج این فرهنگ در نتیجه اختراعات، نوآوری‌های جدید پیشرفته‌تر میشه، پیچیده‌تر میشه. اگر زمان کریم خان زند کسی به شما میگفت آقا روزگاری میاد یه پرنده آهنی بیجان توش می‌نشینی میره به هوا و با سرعت 3 برابر 10 برابر سرعت اسب حرکت میکنه، شما نمیگفتید این آدم دیوانه است؟ از نظر منطق یه موجود بیجان حرکت نمیکنه. این منطق درسته، ولی تکنولوژی انسان الان همین دستگاهی که تو جیبته، نشستی اینجا داری با چین ارتباط برقرار میکنی. خب این اختراعات و نوآوری ها. حالا پس این فرهنگ، اما فرهنگ فعلی ایران چی هستش؟ فرهنگ فعلی ما از سه چیز گروه تشکیل شده، یا 3 قسمت. یکی فرهنگ ایرانیان باستان، ایرانیان پیش از اسلام، فرهنگ ایرانی. خیلی خوب، مثل همین زبانی که صحبت میکنیم، زبان فارسی، زبان لوری.
دو، فرهنگ اسلامی. فرهنگ اسلامی الان غالب شده که خود دین تو، آداب و رسوم تو، چی بخورید حلاله، چی حرامه، با کی ازدواج کنید، با کی ازدواج، واه 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 واه. این فرهنگ اسلامی. قسمت سومش که الان نقش اساسی داره بازی میکنه فرهنگ غربه. شما هر روز داریم این مرگ بر غرب، اما نگاه کن، فرهنگ غربه، فرهنگ غرب، لباس فرهنگ غرب. از کنم به حضور سرکار، تمام شما ماشینی که سوار میشید، یعنی الان اگر عناصر فرهنگ غرب رو از جامعه ما بگیرن فلج میشید. میخوای مسافرت کنی از شیراز سوار شتر یا اسب بری تهران، خب حالا سوار هواپیما میشی میری. بسیار خوب، الان پس فرهنگ ما، فرهنگ لورا هم خب جزی از این فرهنگ شده، یعنی فرهنگ لورا هم تغییر و تحولاتی که شده عین فرهنگ ملی ماست. بله، فرهنگی که ما الان داریم فرهنگ غربیه، یعنی فرهنگی که شما دارید غربی رو از ما بگیرن ما هیچ چیز فلج میشید. میدونی چرا؟ حالا میگم چرا. ابزار فرق نمیکنه، اصل کار اونه، تکنولوژیه. شما الان اگر تراکتور ازتون بگیرن، قطار رو بگیرن، ماشین رو بگیرن، هواپیما رو بگیرن، برق قطع کنن، تمام شد، چی میشه؟ پس یعنی تکنولوژی ارتباط تنگاتنگ با فرهنگی داره؟ جزء فرهنگه. فرهنگ که میگیم نظام سیاسی، نظام اجتماعی، نظام دینی، آداب و رسوم، زبان، تکنولوژی و و و و هر چی که انسان به وجود میاره فرهنگی. بله، یعنی الان اگر تکنولوژی و علوم، نه تنها تکنولوژی، شما الان دانشگاه علمی که داری تدریس میکنید از کجا آمده؟ از غرب گرفتید. و این فرهنگی که حالا دستخوش تغییرات بوده در غرب و این خوبه که بر ما غالب شده. ببین، شما چه بخواید چه نخواهید، فرهنگ هایی که ابزار و فنون و علومشون پیشرفته تره، فرهنگ هایی که عقب مانده تر هستن، اینا را تحت تاثیر قرار، یعنی خودتون شما آورید تعمیر کردن، گفتن به جور باید برق داشته باشی، خب برق قطع کن، حالا فقط برق قطع کن ببین چی میشه. تمام کامپیوتر، تمام دستگاه، تمام چیزا، همین دستگاهی که جیبته پرتش کن کنم، تلفن پرت کن کنم، یعنی شما الان رکن اساسی این جامعه اگر ابزار و فنون علوم غرب رو از ما بگیرن، ما بر میگردیم به دوره پیش از قاجار، یعنی یه جامعه ابتدایی که باید با سوار اسب مسافرت کنی، از کنم و و و و بقیهش میدونی، یخچال هم که نمیتونی داشته باشی، زور بری گوب بگیری نیست. اگر حرفم حقیقت نیست بگی تا جوابتون داد. ولی ما الان میایم همش فوش میدیم به این، فوش میدیم به اون، یه طوری صحبت میکنیم مثل هیچ نشده. ولی فرهنگ ها تغییر پیدا میکنن در نتیجه، یا ممکنه یه اختراعات نوآوری، مثلا وقتی که برق اختراع کرد ادیسون، تغییر و تحولات عظیمی در زندگی، فرهنگ، فرهنگ یعنی راه روش زندگی یک جامعه دیگه به وجود آمد. ما کشورهایی که عقب مانده هستیم مجبوریم اقتباس کنیم، اقتباس. الان هنوز این تبلت هنوز نیامده، شما خریدیدش، اقتباس کردی، کسی به زور مجبورت نکرده، برای اینکه این کارهاییش الان بیشتره تا یه تلفنی که تو خونه داری. قبول داری؟ خیلی خوب. این حرفا را قبلا نشنیده بودید. میدونم. پس یعنی این یه درد نیست که ما ایرانی ها الان همه چیزمون وابسته شده به غرب؟ نه، ببین، میگی همه چیزمون وابسته شده به غرب، مسئله اینه، خب بیا تو اختراع نوآوری تو بیار، چیز جدید بیار که تو اونا به اون صادر کنی، و چرا نمیاری؟ خب یعنی که دانشمنده کشور که شبانه روز تبا. نه، برای اینکه ما سیستم علمی ما قبل از اینکه این علوم غرب وارد بشه در حوزه ها بوده. حوزه ها چی هستند؟ چی درس میدن؟ چی درس میدادن؟ یه مش فقه و فلسفه و اینا، تمام شد، کجا ماندن؟ تعارفی که نداریم. وقتی که علوم جدید آمده، ما دبیرستان نداشتیم، دبستان به این صورت نداشتیم، دانشگاه نداشتیم، فقط در حوزه ها بود. حوزه ها هم اون علوم دینیشون درس میدادن، فقه و منطق و الی آخر، که نرفتن دنبال اختراعات و نوآوری و اینا. یعنی در خلی... زمان انقلاب اونها فقط حوزه ها تدریس میکردن؟ جانم؟ در زمان انقلاب فقط حوزه علمی تدریس میکرد، دانشگاه خاصی نبود مثلا؟ نه، ببین، اگر برگردی به
به دوره قاجار، اوایل قاجار، ما نه دبستان داریم نه دانشگاه داریم. جایی که شما سواد آموزی بخواد حوزه ها هستن. حوزه هم گفتم علوم قدیمه رو درس میدادن به این چیز. مگر موقعی که کشیش ها در اروپا قدرت داشتن، گالیله بدبخت نیادن محاکمش کردن. گالیله گفت آقا زمین دور خورشید می به مقدسات، به انجیل داری توهین میخواستن بکشنش. خیلی خوب کشیش ها تا زمانی که حکومت دینی در غرب بود 800 سال غرب عقب مانده ترین شد. کشورهای اسلامی داشتن میرفتن جلو. خب چه کردن؟ رنسانس شروع شد. رنسانس آمدن گفتن آقا دین و سیاست باید از هم جدا بشه. هر چیزی هم که میگید مثلا منقول است از کی از کی، اینو باید تستش کنی، تستش کنی اگر درست شد. افتادن را تجربه، آزمایش و انقلاب صنعتی شروع شد. ما ماندیم. داستان زبان لوری رو هم بذار براتون بگم. موقعی که من 1398 26 7 سال پیش دانشگاه هاروارد بودم، این چیز دارید زب میکنید خیلی خوب، اونجا یکی از اساتید به اسم تکستون این زبان فارسی و زبان دوره ساسانی فارسی میانه رو در دانشگاه هاروارد تدریس میکرد. من همراه خودم یک گنجینه برده بودم از فولکلور لرستان، از آوازهای عروسی، از سرمویه ها موقع مرگ، از نمیدونم چیستان ها و و و. گفتم پروفسور تکستون من یک گنجینه دارم به زبان لوری بالا گریوه، بیا روش کار کنیم. گفت من زبان لوری بلد نیستم. گفتم من یادت میدم. چهار ماه نشستم با پروفسور تکستون، زبان خیلی استعداد واقعا دارم، زبان لوری را مثل زبان مادری من حرف میزن. یه روز ازش پرسیدم پروفسور تکستون حالا چجوره؟ گفت شکرتم، یعنی خسته هستم. ما لوری میگیم. ما نشستیم این مجموعه را به زبان انگلیسی ترجمه کردیم و حد و مد متن فارسی، متن لوری، مثلا یه داستان که صحبت میکنه، داستانی که میگه صفحه روبروش لوری ترجمه میشه به انگلیسی. اون چیستانا ما میگیم چیه نه چیه نه، تمام اینا. حالا نتیجهش بیا این کتابه. این کتاب حدود 26 سال پیش چاپ شده، الان اگر برید رو اینترنت داره به فروش میره. این خدمتی است که من به پروفسور تکستون که دیگه شروع کرد کلاس درس لوری را گذاشتن هاروارد درس لوری که یادم میاد با یکی از بچه های تهرانی زبان لوری رفته بود ثبت نام کرده بود، گفتم اونجا لوری رو مسخره کردی چشت کور، حالا بیا اینجا لوری تو هاروارد لوری یاد بگیر. فهمیدی؟ یه واقعیت واقعا. حالا خیلی پروفسور تکستون بازنشست شد دیگه، اون هم از این هم عکس پروفسور فرای ایرانشناس معروف است که مقدمه ای به این کتاب فرای را شنیدید اسم پروفسور فرای، این ایرانشناس معروف که مرکز ایران شناسی در هاروارد تن، این پروفسور فرای هست، اینم من هستم. عکس 50356 اینجا یه مؤسسه تشکیل دادن که زبان و فرهنگ ایران باستان رو تدریس می‌کردن. بله اینم اون کتابه. یعنی الان در دانشگاه هاروارد شنیدم که دو واحد لوری، یعنی کسایی که جامعه شناسی می‌خونن. نه ببین دانشگاه هاروارد لوری تدریس می‌کرد، این که بازنشسته شد اون استاد دیگه کسی ندارن درس بده، بنابراین تمام شد. ولی خب اینو ما نوشتیم. این الان این کتاب به شدت استقبال شد از زبان شناسان، اساطیر شناسان، انواع و اقسامشون نقل قول از این کردن. این کتاب خوندن هر کی به یه قسمتی ازش توجه داشته. خیلی خوب، به زبان لوری و زبان انگلیسی. و اما و هرچی که بگذریم سخن دوست خشتره. جناب پروفسور بفرمایید که چه کنیم فرهنگل قدیمی که ما لورل داشتیم دوباره احیا وابو، جوانلمون دوباره لباس لوری بپوشن، این فرهنگ لور هویدا وابو، مشخص بود داخل جامعه و ما بنا ببینیم. ببین فرهنگ لور یا قوم لور یه فرهنگ باستانی قدیمیه در امروان. مثلا
ما یادم میاد موقعی که یه بزرگواری در لرستان فوت کرد، اینو اومان او اسبشو شمشیرشو به ساعتش آراسته کردن، بعد واساز دهل جنازش که هم کردن، ساز دهل موسیقی غمگین تا بردن خاکش کردن. ده خود شاهنامه فردوسی هم ما مطالعه کردم، بعد زمان ساسانیان این رسم داشت، یعنی ایرانیان قدیم و این صورت. بنابراین ما خیلی در آداب و رسوممون قدیمی هم و خیلی هم به جا، ولی متاسفانه تغییر فرهنگ الان در سراسر دنیا در ایران داره تغییر پیدا میکنه، یعنی یه پدیده که رخ داده. منتهاش ما چی بکنیم که فرهنگمون لازم نیست حتما لباس خبای لوری بپوشی یا نه، مثلا ما تونیم زبانمون، او خیلی مهمه، واژه های لوریمون ما تونیم حفظ بکنیم. عرض کنم به حضور سرکار فرهنگ لوری بنویسیم، از میشود به حضور سرکار این واژه هایی که عربی یا خارجی ها این واژه هم به جاشو همون لوری خوم و حرف بزنیم، مثلا به جایی که بویم قبل از بویم بعد از، تو جایی که بویم بعدن دماتر، چون این که زبان اتفاقا برگرده به زبان پارسی باستان. الان یه سری متاسفانه یه طوری ها که به معنی اینکه یه سری آداب چون فورا تبلیغ کنن، فورا اینو آداب و رسوم خودشون فراموش کنن، یعنی اگر ما بیایم قبول بکنیم که آقا فرهنگ ما هم خوش فرهنگ منطقیه، فرهنگ درستیه، فرهنگی که باید نجاتش بیم، اگر این طرز تفکر نیما داشتویم بله میتونیم ما تونیم قسمت زیادی در فرهنگمون، البته قسمت زیادی هم ما بهایم نهایم تغییر پیدا کنه، وقتی ماشین بیاد، وقتی علم جدید بیاد، ما نتونیم بسیم با علوم قدیمی بیم بسیم در روشه ارز کنم با وجود سرکار وجود ناره. بنابراین یه سری چیزی هایی که ارز کنم باید نسل جوان تلاش بکنن که عوض نوان جلوگیری بکنن. ولی خوشبختانه الان لوریا در حال پیشرفتن و آینده بسیار بسیار درخشانی دارن، فقط این انتونه مرز بکنیم. بله بسیار ممنون از حضرت عالی. بله جانم، که دعوت ما را پذیرفتید و قدم رنجه برمودید. به قول ما لورل نوراباد ممثنی پاتون سر تیلمو در نکنه. خیلی ممنونم، شما هم محبت کردید که من دعوت کردید، هم شانس بزرگی سیمه امروز با شما صحبت باعث بکن. افتخار ما بیدن. خیلی ممنون، خیلی ممنون، زنده بایی، خیلی ممنون، برجسته افتخار ما لوره، شما محبت دارید. ما خیلی خوشحالیم که در خدمتتونیم. اما به رسم یاد بود از طرف شبکه لیدوما و اسپانسر مالی برنامه‌مون فروشگاه های قیصری، ما یه لوح تقدیر و یک هدیه خدمتتون تقدیم می‌کنیم. خیلی ممنونم. اینا بلیط داخلی جای خونه که انشالله همیشه ببینیدش و بیاد ما ممنون. تو ممنون. هیچ وقت شما نفراموش. خیلی ممنون. باز هم از این کارل خوب انشالله انشالله برنامه ما به تو و انشالله ما در خدمتتون. من ممنونم کسی قوم لور شما به طور برنامه اجرا کنیسی شناخت قوم لور دستو در نکنه. خواهش می‌کنم. ممنونم، متشکرم، خیلی خیلی ممنون، خیلی آدم شیکیم. ممنون بابا، خیلی خیلی ممنون، دست تو در نکنه. بله خیلی خوش آمد به برنامه. کاکای لدلی عزیز، ممنونم که تایچه ما رو همراهی کردید و به مهمان هونلیشا عزیز بیدید. امیدوارم که تایچه برنامه از برنامه لذت برده بی تو. و در آخر برنامه تقدیر و تشکر کنم از اسپانسر مالی برنامه فروشگاه قیصری و مجموعه گردشگری خوشا شیراز با مدیریت جناب یوسفی. بیننده عزیز، شما رو به خدای مهربونی سپارم. امیدوارم که همیشه خدا حال دل تک تکتون خوش بود و عشق سی دلتون آرزو کنم. شما رو به خدای مهربونی سپارم تا دیداری دیگر.